بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله و صلوات و سلام على حبیبنا و مولانا رسول الله و على آله و صحبه و من والا باز هم در سرزمین زیبای نیشابور هستیم نیشابور و خراسان نامهاشون اصلا گره خورده به نام ناماورانی که واقعا نام این خطه از زندگی زمین رو در تاریخ جاویدان کردند با زحمت ها و تلاش‌هایی هایی که کشیدند و با اون میراس علمی که به جا گذاشتند هنوز نیشابور در دنیا نیشابور هست گرچه که اون پایتخت علمی روزگار قدیم رو نداره اون جایگاه علمی قدیم رو از دست داده و اون نیشابور بزرگ اون نیشابور مرکز علم و دانش اون نیشابور نیست نیشابور امام مسلم نیشابوری الان شاید فرزندان نیشابور نه امام مسلم رو بشناسند و نه اینی که بر اون مرام امام مسلم باشند و همچنین بر مرام سایر علما و اندیشمندان این شهر این شهر شهر ابو منصور عبدالملک سالیبی صاحب کتاب یتیم و دهر هست نیشابور شهر عمر خیام هست نیشابور بیشتر شناخته میشه به امام مسلم نیشابوری صاحب کتاب صحیح مسلم یکی از برجستترین کتابهای حدیث و بلکه در مورد صحیح امام مسلم میگن که بعد از کلام الله مجید صحیح ترین کتابی که قلم بشریت نگاشته و در اونها در اون احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رو جمع کرده صحیح امام بخاری هست از بخارای بلاد خراسان قدیم و بعدش میاد صحیح مسلم و این باعث شده که در سر تا سر جهان در میان نمیدونم جنگل های آفریقا گرفته تا برسی به بلاد حرمین شریفین در مکه و مدینه تا بری به اروپا تا بری به هر جای دنیا هر جایی که در اونجا اسمی از اسلام هست در اونجا میبینی که عالمی شاگردی اهل علم و میگه که و قال الامام المسلم امام مسلم نیشابوری نام نیشابور گره خورده با نام امام مسلم گره خورده با نام ابو بکر بیحقی النیشابوری صاحب کتاب سنن و کتاب المبسود در فقه امام شافعی و گره خورده با اسد ابن فراد فقی و رهبر بزرگی که جزیره سقلیه رو فتح کرد گره خورده با نام عرفا و اندیشمندانی مثل فرید و عطار مثل ابو سعید ابو الخیر و همچنین در وصف نیشابور تا بگی و تا از علماش جمع آوری کنی اسمهاشون رو نیاز هست که دائرت المعارف ها و کتابهای بزرگی نوشته بشه نامی که امروز ما میخوایم اون رو مطرح کنیم از نامه نیشابور امام ابوالحسن علی واحدی است امام ابوالحسن علی واحدی چون بسیاری از علمای نیشابور آن زمان یک دائره المعارف هست یک انسان بسیار برجسته و عالم در تخصصهای مختلف و به حمد الله عز و جل بسیاری از کتاب ایشون مونده و در کتاب خانه های اسلامی هست و اهل علم و عرفان و دانش میتونند از اونها استفاده کنند امام ابوالحسن علی واحدی نیشابوری که مشهور است به واحدی نیشابوری در سال 468 چشم از جهان فرو بسته یعنی اینی که ایشون از قرن پنجم قمری هستند ظاهرا سال به ولادت ایشون از قلم تاریخ نگاران افتاده و ایشون چون نیاکان خودشون و چون سایر علمای نیشابور احتمام خاصی به قرآن کریم داشتند محدث و مفسر نامداری هستند زیباست که نیاکان ما امثال امام واحدی میان تفاسیر می نویسند و امروز میاد کج اندیشان کوته آستین میان به ما میگن که آقا قرآن قابل فهم نیست قرآن رو ما نمیفهمیم باید یک کسی از جایی از سوراخی در بیاد امامی بشه و بیاد به ما بگه خدایمون به ما چه گفته واقعا چه بگه انسان به اون افرادی که به این مرحله از سخافت و از فقدان درایت رسیدن که بیایند به ما بگویند کتابی که پیام پروردگار ماست به ما و خداوند برای ما فرستاده و اون رو دستورالعمل زندگی ما قرار داده به ما بگن که آقا شما این رو نمیفهمید که این اهانت بسیار بزرگی است هم به صاحب کتاب و هم به اون خالقی که عقل ما رو خلق کرده و هم به ما که ما پیام خدامون، حرف خدامون رو نفهمیم در اون زمانها این مزخرفات نبود اهل علم و اهل عرفان نیاک... نیاکان ما از اون مرحله در حال در این فتنه ای که ما امروز توش قرار داریم اینو نبودند اون وقت قبل از این بود که فتنه صفویت بیاد و سرزمین فارس رو ویران کنه و فرهنگ ما رو بیاد داغون کنه در صده پنجم هجری هستیم با امام محدث مفسر زبانشناس عدیب و عربیشناس ایرانی که بیشترین زحمت هایی که ایشون برای ما کشیده و کتابهایی که برای ما به ارماغان گذاشته در باب تفسیر قرآن کریم است امام واحدی همون چور که در تفسیر شاخصه بودند همچنین به عنوان امام زمان خودشون شناخته می شدن امام اصر خودشون بودند هم در ادبیات هم در حدیث هم در فقه و هم در نحو و زبان و ایشون سفرهایی برای کسب فیض و علم داشتند به عراق به شام به سرزمین حرمین شریفین به سرزمین حجاز از جمله آثاری که امام واحدی برای ما به ارماغان گذاشتن تفسیر سگانه قرآن کریم ایشون هست تفسیر البسیط و تفسیر الوسیط و تفسیر الوجیز که به الحاوی لجمیع المعانی به صلاح مشهور است و مشهور است به تفسیر واحدی و ایشون یک کار بسیار برجسته و زیبایی در فضای علم انجام دادند علم اسلامی به نام کتابی نوشتند به نام اسباب نزول کتاب اسباب نزول امام واحدی بسیار کتاب ارزنده ای است در مفاهیم تفسیر و علوم قرآن و شاخصه است در باب خودش و اون هم به این کار که بیاد که کار بسیار ابتکاری انجام دادن ایشون اومدن در آیات قرآن کریم احادیثی یا اون واقعه ای که اتفاق افتاد و در پی اون واقعه این آیه قرآن کریم نازل شد این رو ذکر کردن با سندش به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم تا فضا باز باشه برای علمای جرح و تعدیل که بیان این سند رو مورد بررسی قرار بدن و صحت و سکم روایت رو به صلاح اهل تخصصش بیان به صلاح مشخص کنند اما کاری که ایشون کردن که خیلی زیباست و جالب هست همینی که اومدن و آیات قرآن کریم رو با همون فضایی که این آیه اومده گره دادن که چون این اتفاقی افتاد در پی این اتفاق مسلمان ها نیاز داشتند که این مسئله روشن بشه جبرید امین بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نازل شد و فلان و فلان آیه رو بر پیامبر نازل کرد خب این باعث میشه که یک مؤمن به طور کامل اون مفهوم و معنایی رو که آیه در بر داره و آیه میخواست به ما برسونه رو واضح مشخص کنه و درکش کنه وقتی ما بدونیم که این آیه کجا و در چه تاریخی این هم خیلی مهم هست جای نزول آیه و تاریخ نزول آیه برای ما مشخص میکنه و اون حادثه ای که در پی اون آیه اومده که معنا و مفهوم این آیه چیه آیات و دستورات بعد از اون وقتی میان باز به ما روشن میکنن که اولویت اولویت زمانی یک حکم کجاست و تاخیر حکم بعدی حالا یک حکمی در یک زمانی بود الان یک حکم دیگه اومد حالا این دوتا رو ما چطور با هم جمع کنیم ببینیم روند قانونگذاری و دستورگذاری در تاریخ اسلام چجور به سرا کرد از جمله کتاب بسیار مهم ایشون کتاب الدعوات و المحصول هست و یک کتاب دیگری هم که در سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم است در زندگی نامه و سیرت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم کتاب های ابتدایی که نگاشته می اسمشون بود کتاب المغازی کتاب المغازی یعنی های پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و اون هم بر این مبنا که به صلاح اون یاران رسول خدا صلی الله علیه و سلم که در معارک و غزوه ها شرکت داشتند خب همه که شرکت نمی کردن اونایی که شرکت میکردند می اومدن اون حکایت ها و وقایی که در اسنای غزوه صورت گرفته بود اونها رو به یاران دیگر منتقل میکردند سینه به سینه اینها نقل میشد و افرادی مثل امام ابن خزیمه و دیگران و پیش از ایشون افراد زیادی ایشون از ای پنجم هستند قبل از این تعریف در سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و و احادیث و تفاسیر شروع شده بود و این ها رو میومدند یادداشت میکردند و به ما رسید و از این کتاب های مغازی ما تونستیم سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و یا جزء بزرگی از سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و رو جمع وری کنیم و از جمله کتاب ایشون کتاب شرح دیوان متنبی هست متنبی یکی از شاعران نامدار عرب حکیم شعر عربی و فسیح و بلیغ و هر دانش آموزی در اون زمان کتاب دیوان متنبی رو حفظ کرد هر دانش آموزی در اون زمان میخواست به سرا در مسیر علم حرکت کنه خب نیاز اول بود که زبان عربی رو خوب یاد بگیره برای آموزش زبان عربی نیاز بود که کتاب دیوان المتنبی رو حفظ کنند و کتاب دیوان المتنبی دیوان بسیار قوی و شعر بسیار قوی نیاز هست که اهل اه علم و اهل دانش این رو بیان چکار کنند بیان به صورت شرحش رو بدونن و همین امام واحدی شرح دیوان متنبی رو نوشتند از جمله کتابهای مهم ایشون کتاب الاغراب فی الاعراب هست که بعضی از اسلوب‌ها ها و شیوه‌های های نگارش عربی رو دانش آموز باید بدونه که این اعرابش چی است تا بتونه به صورت مفهوم رو به درستی بفهمه و بهش برسه همچنین کتابی دارن در تفسیر نبی صلی الله علیه و سلم اون آیاتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اون رو بس داده اونها رو جمع آوری کردن کتابی دارن در نفی و تحریف عن القرآن شریف این صده پنجم هستیم ما این ور و اون ور یک انحرافاتی در جامعه اسلامی شروع به رشد کرد برخی از دشمنان اسلام به خصوص یهودیان که در این باب کارها کرده بودند سعی میکردند به گونه ای وارد کنند بر اسلام و حقانیت دین مبین اسلام برخیشون اومدن حرف از تغییر و تحولاتی در قرآن قرآنی که خداوند متعال وعده داده که من این قرآن رو حفظ میکنم اینا نحن نزلنا الذکر و اینا له لحافظ این قرآن رو ما فرستادیم و ما حفظش میکنیم اون وقت اومدن برخی از موزیان که تا امروز هم هستند هر کسی که در این باب لب به دهن گشود و گفت که قرآن درش اشکالاتی هست یا قرآن تحریف شده بدون که این یا انسان احمق و نادانی هست که اصلا از مدارج علمی هیچ سر در نمیاره یا یک انسان فریب خورده ای هست که گول دشمنان دین رو خورده و یک حرفی رو تو تیوار داره منتقل میکنه اون کتابی که خدای منان خودش میگه که من حفظش میکنم تعن در قرآن کریم در واقع تعن است در الوهیت پروردگاری یکتا که پروردگاری تو گفتی که من قرآن رو حفظ میکنم نتونستی این کسی که میاد میگه مثلا آقا میگند که آقا این روایت در نمیدونم کافی و کلینی و فلان اومده هر کسی که دم از این حرف زد حالا میخواد کافی باشه میخواد کلینی باشه باید این حرف رو بزنیم به زمین و بگیم که این انسانی که همچنین روایتی یا همچنین حرفی رو زده باید یک علامت استفهام بزرگی روش بذاریم که آیا اصلا این مسلمون هست یا یک یهودی هست یا یک دشمن دین هست یا یک ملحد هست و میخواد در اسلام به صلاح تعنه وارد کنه و از جمله کتابهای امام الواهیدی کتابی هست به نام التحربیر فی شرح اسماء الله الحسنا که این کتاب بسیار مهمی هست که ما خدامون رو بشناسیم بسیاری از تصرفات ما ناشی از عدم شناختمان به خدای منان هست وقتی که کسی که میاد مثلا میگه قرآن تحریف شده این در واقع خدا رو نشناخته خدای توانا و قادر مطلق رو نشناخته وقتی کسی میره پیش مزاری و پیش امامزاده ای و از اونجا به صلا درخواست کمک میکنه و شفا میکنه و با اون مناجات میکنه این در واقع خدا رو نشناخته امام واحدی واسه همین نیاز بود یک کتابی بذاره در به قضیه اسماء الله الحسنا که مؤمنان بدونن خداشون که چطور با خدا آشنا بشن و چطور به دینشون رو یاد بگیرن اولین مرحله برای برقراری محبت و رابطه بین بنده و خدا شناخت خداست انسان وقتی کسی رو نمیشناسه چطور میتونه دوست داشته باشه و کسی قدرتی رو که انسان نشناسه چطور میتونه ازش درخواست بکنه خدا رو وقتی ما نشناسیم چطور میتونیم خدامون رو دوست داشته باشیم خدامون رو وقتی نشناسیم چطور میتونیم خدامون رو عبادت کنیم مفاهیم عبادی ما زیر سوال میره عدم شناخت خداوند متعال هست که باعث شده که ما امروز دچار بسیاری از انحرافات در دینمون در فرهنگمون در عاداتمون در رسوممون در زندگیمون باشیم که همه برمیگرده به عدم شناخت خداوند متعال واسه همین بود که امام واحدی و امثال امام واحدی در تفسیر قرآن کریم کارهای بسیار برجسته ای انجام دادن که ایشون سه کتاب در تفسیر قرآن کریم نوشتن که ما با کلام الله از الجلال آشنا باشیم با کلام خدا، کلام خدامون انس بگیریم و خدامون رو بشناسیم در واقع امام واحدی یک دانشمند و عالم دائرات المعارف در روزگارشون بود استاد و عالم و امام در تفسیر در قرائات قرآن کریم در علوم قرآن مفسر و نحوی و لغت استاد زمان خودش در به سلام مراحل مختلف تحصیلی و جالب اینجاست که پدر امام واحدی وقتی که ایشون رو همون در کودکی این نبوغ و هوش ایشون رو درک کرد بسیار زحمت کشید و فرزندش رو به طرف علم و دانش تشویق کرد و از مال و ثروتش انفاق کرد تا تونست به امام ابو حسن واحدی رو به صلاح تربیت کنه امامی که در وصف ایشون ابن خلقان میگن که استاد زمان خودش در نحو و در تفسیر بود و یه جمله بسیار زیبایی میگن میگن و روز قصعادت فی تصانیفه ایشون در نوشته هاش خداوند بهش خوشبختی داد یعنی اینی که خداوند کاری کرد که نوشته های ایشون در بین مؤمنان قبولیت خاصی رو به سرا به دست آورد همه مردم کتابای اون رو دوست دارند میخونن مدرسین تدریس میکنن در جلسات علم از کتاباییشون ایشون بهره برداری میشه و استفاده میشه شاگردان به کتاباییشون ایشون عشق میورزن این یک نوع سعادتی است که خداوند متعال به ایشون داده است امام زهبی بزرگ در وصف امام واحدی میگن الامام العلامه الاستاد ایشون امام بودن علامه هستند استاد هستند صاحب تفسیر هستند امام علمای اهل تعویل یا مفسران هستند امام صبکی در وصف ایشون میگه الامام الکبیر کان الاستاذ ابو الحسن واحد عصره فی التفسیر این امام بزرگ نمونه نداشت در زمان خودش در تفسیره قاضی ابن, قا... ابن القاضی شهبه میگن قاضی شهبه میگن که کان فقیها اماما فی النحو و لغتی و غیره شاعرا و اما تفسیر فهو امام عصری در نحو و زبان شناسی و شعر امام بود اما در تفسیر نمونه نداشت این هست امام ابو الحسن علی ابن احمد ابن علی واحدی نیشابوری از علمای شافعی مذهب نیشابور اون زمان ها خب این بلاد خراسان و ایران زمین همش همش سرزمین علم و دانش بود و علمای بزرگ بودند چیزی به نام مذاهب قبر پرستی و نمیدونم من در که بعدها صفوی ها آوردن به ایران اون زمان نبود واسه همین ما در دنیا نامی برای خودمون به ارماغان گذاشتیم خراسان و نشابور و ایران شاخصه شدن در اون زمان و در همه زمانها و نیاز هست ما برای رسیدن به اون تاریخ پرعظمت و طلایی خودمون یه وارسی بکنیم به وضع خودمون و شناسنامه فرهنگی خودمون رو بشناسیم بدونیم که آقا ما کی هستیم اگر ما امروز یک مذهب و یک دیانت خاصی به ما تحمیل شده چه از زمان صفویت گرفته باشه چه امروز که به صلا صفیویان امروزی دارن به ما تحمیل میکنن با زور رسانه و با نمیدونم برنامه های تحصیلی و فلان الان باید بدونیم که نه ما به صلا انسانهایی هستیم که برای خودمون عمق داریم ریشه داریم در این خاک و بوم و ریشه فرهنگی ما قوی است برنامه فرهنگی ما برگرفته از قرآن و حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و, و صحبه و سلم است ما فرزندان امام مسلم نیشابوری هستیم اهل نشابور باید این رو درک کنند اهل خراسان باید افتخار کنند به امام مسلم نیشابوری به امام اه... واحدی و امثال ایشون که به صورت نامه های نامین این شهر هستند این کشور هستند این خاک و بوم هستند این پدران ما بودند که چون این نا... تاریخشون تاریخ پر مجد و عظمتشون اومد حتی منطقه ما شناخته میشه به نام پدران و نیاکان ما با اون همه زحمتشون با اهم... اون همه بزرگواریشون و مهمون تلالشون ائمه اسلام از این سرزمین هستند و سرزمین ما و ما در دنیای اسلام در دنیای اسلام زمان قدیم نامی داشتیم حالا این نام رو از دست دادیم چرا؟ چون راه و منش و فرهنگ و دیانت نیاکان خودمون رو رها کردیم حالا به چه با ظلم شد آقا با زور ما رو نمیدونن منحرف کردن فلان کردن امروز دیگه دستشو نمیرسه امروز ما نیاز هست که برای برگشت به تاریخ پر خودمون برای اینی که ما بتونیم در ساخت دنیایمون نقشی رو ایفا کنیم نیاز هست که ما برگردیم به شناسنامه واقعی خودمون و کتابهای نیاکان خودمون امثال امام مسلم و امثال امام واحدی و امام ابو بکر بیحقی نشابوری و غیره و غیره رو خوب مطالعه کنیم تا بدونیم که حقیقت فرهنگی ما چیست؟ عمق دیانت ما کجاست؟